درود و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، داریوش آتش هستم. ابتدا تشکر می کنم از همکاران عزیز در کادر محترم اویشن ات هوم بابت گام مفیدی که در صنعت هوانوردی برداشتن. در خدمت شما عزیزان هستم با مبحث دیکود کردن تف، منبع کتاب آکسفورد ای تی پی و انکس 3 می باشد. به عنوان یک خلبان می بایست قبل از انجام پرواز پیش بینی شرایط هواشناسی فرودگاه مبدأ و مقصد را مورد بررسی قرار داد. یکی از انواع بیان کننده شرایط هواشناسی به عنوان پیش بینی تافور می باشد. تافور abbreviation terminal airdrome forecast می باشد. تافور طبق تعریف آکسفورد به پیش بینی شرایط هواشناسی یک فرودگاه مشخص در یک بازه زمانی معین را تافور میگویند و همچنین نقطه مقابل شرایط هواشناسی حاضر در یک فرودگاه که توسط متار گزارش می شود را تافور میگویند. دوستان، این بازه زمانی می تواند بین 9 ساعت تا 24 ساعت تعریف شود که در اصطلاح مدت اعتبار تف را مشخص می کند. اگر این بازه بین 9 ساعت باشد، پیام تافور هر 3 ساعت یک بار ارسال خواهد شد و اگر این بازه بین 12 ساعت تا 24 ساعت اعتبار داشته باشد، هر 6 ساعت یک بار ارسال می شود. در مثال زیر نمونه ای از یک تافور ارسال شده را در اختیار شما قرار دادم تا به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. طبق قوانین انکس 3، مواردی که در تافور بیان می شود به ترتیب موارد زیر می باشد که به بررسی و تحلیل آنها می پردازیم. نمونه ای از تافور را در اختیار داریم و برای تحلیل ساده تر به چند بخش مختلف تقسیم کرده ایم. در بخش اول که به رنگ زرد مشخص شده است، ریپورت تایپ نام دارد و نشان می دهد که این پیام دریافت شده از نوع تافور می باشد. و بخش دوم که به رنگ آبی مشخص شده است، ICAO Location Indicator of the Airdrome می باشد که در اینجا فرودگاه مهرآباد مد نظر می باشد. که در اینجای کار متوجه می شویم که این پیام از نوع تافور و برای فرودگاه مهرآباد صادر شده است. در بخش بعدی که به رنگ سفید مشخص شده است، Day Time Groups نام دارد که نشان می دهد تاریخ، ساعت و دقیقه ارسال تافور را برای فرودگاه مهرآباد مشخص می کند که دو عدد اول تاریخ این ماه، دو عدد دوم ساعت این روز و دو عدد آخر دقیقه ارسال می باشد که ساعت و دقیقه به زولو تایم یا همان UTC Coordinated Universal Time می باشد. و بخش بعدی که به رنگ قرمز مشخص شده است، مدت اعتبار تافور را بیان می کند که دو عدد اول تاریخ این ماه، دو عدد دوم ساعت شروع اعتبار پیشبینی و دشت و دو عدد اول تاریخ این ماه و دو عدد دوم ساعت پایان اعتبار پیشبینی می باشد که در اینجا متوجه می شویم که ساعت و بازه این تافور بازه 9 ساعته می باشد و خدمتتون عرض کردم که بازه های 9 ساعته هر 3 ساعت یک بار ارسال خواهد شد و این فرمت جدید که بازه و اعتبار تف در پیام صادر می شود از سال 2008 به تافور اضافه شده است. ریویو مجدد انجام خواهیم داد و به ادامه مبحث می پردازیم. تا اینجای کار متوجه شدیم که این پیام از نوع تافور برای فرودگاه مهرآباد در 16 این ماه در ساعت 6:02 زولو تایم ارسال شده است و مدت اعتبار این تافور از 16 این ماه از ساعت 7 تا
16 این ماه تا ساعت 16 می باشد و نشان می دهد که این تافور از نوع اعتبار 9 ساعته می باشد که هر 3 ساعت یک بار ارسال می شود. بعد از این اطلاعات، اطلاعاتی در راجب باد فرودگاه ارسال می شود که شامل جهت باد نسبت به ترو و سرعت باد نسبت به نات صادر می شود که به رنگ زرد در اینجا مشخص شده است که 3 عدد اول جهت باد نسبت به ترو و 2 عدد دوم سرعت باد نسبت به نات می باشد که در اینجا کیتی نشاننده نات می باشد. خب متوجه می شویم که سرعت جهت باد فرودگاه 150 درجه ترو و سرعت باد 10 نات می باشد. بعد از اطلاعات باد فرودگاه، اطلاعات دید یا ویزیبیلیتی فرودگاه ارسال خواهد شد که تا 10 کیلومتر را مانند متر به متر می خوانیم و اگر دید فرودگاه 10 کیلومتر یا بیشتر باشد از کد 4 عدد 9 در تافور استفاده خواهد شد که نشان می‌دهد ویزیبیلیتی فرودگاه در وضعیت خوبی قرار دارد. اطلاعات دید فرودگاه، اطلاعات پوشش ابری فرودگاه یا کلود کاوریج صادر می‌شود. اگر آسمان فرودگاه را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنیم، اگر بین 1/8 تا 2/8 آسمان فرودگاه ابری باشد فیو نام دارد و اگر بین 3/8 تا 4/8 آسمان فرودگاه ابری باشد اسکتر و اگر بین 5/8 تا 7/8 ابری باشد بروکن و اگر آسمان فرودگاه کاملا پوشیده از ابر باشد اورکست نام دارد که بعد از اطلاعات دید فرودگاه اطلاعات پوشش ابری فرودگاه صادر می شود که در اینجا اسکتر و 3 عدد بعد از پوشش ابری ارتفاع ابر را مشخص می کند که ارتفاع ابر از سطح باند تا پایین ترین سطح ابر اندازه گیری می شود و به فیت در تافور نوشته می شود. در اینجا اسکتر 1200 فیت و بروکن 3000 فیت می باشد و در اینجا نمونه ای از پوشش ابری را به تصویر کشیدم که در اینجا فیو و در اینجا اسکتر و در اینجا بروکن و در اینجا که کاملا آسمان فرودگاه پوشیده از ابر هست اوورکست نام دارد. یک نکته مهم در مورد ابر و پوشش ابری در تافور، اگر ابر پایین تر از ارتفاع 5000 فیت نباشد و یا پوشش ابری پایین تر از مینیموم سکتور آلتیتیود نباشد در متار از کاوک و اسکای کلیر استفاده می شود ولی در تافور از نو سیگنیفیکنت کلود با ابریویشن NSC استفاده خواهد شد و تنها ابری که در تافور گزارش می شود ابر کومولونیمبوس یا CB می باشد. بعد از اطلاعات کلود کاوریج The Weather Group در تافور ارسال خواهد شد که شامل اطلاعاتی درباره شرایط جوی فرودگاه و اطراف فرودگاه می باشد که در اینجا 3 نمونه از گزارش ها را در اختیار داریم و به تحلیل آنها می پردازیم. برای دیکود کردن این 3 گزارش از جدولی که شامل Present Weather Codes ها هستن استفاده می کنیم. در اینجا قبل از گزارش علامت منفی به معنی لایت می باشد، شدت پایین و RA به معنی رین می باشد و FG به معنی فاگ می باشد. به این معنی که بارندگی همراه با مه در شدت پایینی گزارش شده است و در اینجا قبل از گزارش علامت مثبت به معنی هیوی و TS به معنی تاندرستورم و GR به معنی هیل گزارش شده است که به این معنی است که رعد و برق همراه با تگرگ در شدت بالایی گزارش شده است و اگر قبل از گزارش علامتی درج نشود به این معنی است که گزارش در شدت مادریت یا معتدلی گزارش شده است که در اینجا IC به معنی IC می باشد که در شدت پایینی گزارش شده است.
یک نکته مهم درباره پیام تافور. پیام تافور شامل اطلاعاتی نظیر تمپرچر، دیو پوینت و کیو ان اچ، ریسنت ودر و ویند شیر و رام وی استیت یا آر وی آر نمی باشد و تنها در متار این گزارش ها صادر می شوند. خب تا اینجای کار متوجه شدیم که این پیام از نوع تافور برای فرودگاه مهرآباد در 16 این ماه در ساعت 6:02 زولو تایم ارسال شده است و اعتبار این تافور از 16 این ماه از ساعت 7 تا 16 این ماه تا ساعت 16 می باشد که نشان می دهد اعتبار این تافور 9 ساعته می باشد، پس هر 3 ساعت یک بار ارسال می شود و اطلاعات باد فرودگاه شامل 150 درجه طلوع و سرعت باد فرودگاه 10 نات می باشد و ویزیبیلیتی فرودگاه 10 کیلومتر یا بیشتر می باشد که نشان می دهد وضعیت دید بسیار خوب است و پوشش ابری اسکتر در 1200 فیتی قرار دارد و بروکن در 3000 فیتی قرار دارد. بعد از اطلاعات The Weather Group، اطلاعات Forecast Change Indicator در تافور صادر می شود. هنگامی که تغییراتی در شرایط پیشبینی شده قرار باشد رخ دهد، از ابریویشن های مختلفی برای بیان این مطلب در تافور استفاده خواهد شد. اولین ابریویشن FM به معنی from می باشد، دومی become به معنی becoming و سومی tempo به معنی temporarily و چهارم prop به معنی probability می باشد که در تافور صادر می شوند. خب FM به معنی from زمانی در تافور صادر می شود که تغییرات در شرایط پیش بینی شده به صورت سریعا اتفاق بیفتد. طبق مثال زیر FM به معنی from 13 این ماه در ساعت 12:20 باد فرودگاه 270 درجه طلوع، سرعت باد فرودگاه 17 نات و ویزیبیلیتی فرودگاه 4000 متر می باشد با پوشش ابری بروکن در 1000 فیتی قرار دارد. دومین ابریویشن بیکام هستش. زمانی در تافور بیکام ارسال می شود که شرایط تغییر کرده به صورت دائمی باشند و زمانی در تافور بیکام صادر می شود که تغییرات در شرایط پیش بینی شده به صورت تدریجی باشد. طبق مثال زیر بیکام از تاریخ 13 این ماه از ساعت 9 تا تاریخ 13 این ماه تا ساعت 11 ویزیبیلیتی فرودگاه 5000 متر خواهد این گزارش شده است. سومین ابریویشن تمپو هستش که در تافور زمانی ارسال خواهد شد که تغییرات در شرایط پیش بینی شده به صورت موقت باشد و زمانی که در تافور صادر می شود نباید انتظار بیش از 1 ساعت دوام تغییرات را داشته باشیم. طبق مثال زیر تمپو از 13 این ماه از ساعت 12 تا 13 این ماه تا ساعت 14 ویزیبیلیتی فرودگاه 4000 متر خواهد بود همراه با مادریت تاندرستورم رین. عرض کردم که اگر قبل از گزارش ودر گروپ علامتی نباشد به معنی مادریت خواهد بود و پوشش ابری بروکن در 1000 فیت همراه با ابر سی بی که عرض کردم تنها ابری است که در تافور گزارش می شود. و در انتها آخرین ابریویشن پراب هستش و زمانی در تافور گزارش می شود که وقوع احتمال یک پدیده را مشخص می کند که همیشه قبل از بیکام و تمپو در تافور ارسال می شود. اگر پراب همراه با عدد 30 باشد به معنی احتمال وقوع پدیده 30% که به معنی تغییرات در شرایط
پیش بینی شده بسیار پایین می باشد. اگر همراه با 40 باشد به معنی 40% می باشد که به معنی احتمال وقوع بسیار بالا می باشد. طبق مثال زیر پراب 40 به معنی 40% تمپو موقتاً از تاریخ 13 این ماه از ساعت 10 تا تاریخ 13 این ماه تا ساعت 14 هیوی تاندر استورم رین به همراه هیل خواهیم داشت و پوشش ابری اسکتر در 500 فیتی همراه با ابر سیبی خواهد بود. و اگر لازم باشد که تافور را به خلبان گزارش دهند که این تافور از نوع اصلاحی هستش، از ابریویشن AMD استفاده خواهند که به معنی amendment، یعنی این که نشان می دهد این تافور از نوع اصلاحیه می باشد. و در انتها تافور را با یک علامت مساوی به پایان می رسانند که به معنی end of message می باشد، که پایان پیام تافور را نمایانگر می کند. تشکر می کنم از شما دوستان عزیز و خسته نباشید عرض می کنم خدمت همکاران عزیز در کادر Aviation at Home. اوقات خوش و سرشار از سلامتی را برای شما آرزومند هستم. خدا نگهدار.